به افغانستان و پاکستان از تکان دادن دست در برابر دوربین ها و برادر خاندگی تا اتهام زدن و بدگمانی در بحث امشب از فاضل سنچارکی عضو اطلاف تغییر امید عمر شریفی و وحید مجده کارشناسان سیاسی و شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان دعوت نمودیم که آقای شاهد تا دقایق دیگر با مخوان پیوست اما در اول گزارش ببینید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی گفت که لانه های اصلی طالبان و تورستان در مناطق قبایلی پاکستان نیست این حرفا در حال بیان شد که رئیس جمهور کرزی نیز در کنارش قرار داشت اما هیچ واکنشی از خود نشان نداد در گذشته بارها رئیس جمهور کرزی و مقامات غربی گفتند که لانه های اصلی تورستان و طالبان در مناطق قبایلی پاکستان قرار دارد اما حال مسئله اینجاست که در مورد لانه های مقامات غربی و رئیس جمهور کرزی دروغ میگویند و نخست وزیر پاکستان من می خواهم این تصور را رد کنم که مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه حراسفگنان است هنگامی که نبرد بر ضد طالبان و حراس افغانان در مناطق قبایلی پاکستان آغاز می شود، حراس افغانان به افغانستان می آیند و هنگامی که در افغانستان آغاز می شود، حراس افغانان به پاکستان می روند. رئی جمهور کرزی در این مورد هیچ حرفی نزد، اما در گذشته و در غیاب مقامات پاکستانی، بارها تاکید کرده است که لانه های اصلی تورستان در خاک پاکستان قرار دارد. خارج از آن اکثر حمله انتحاری که دستگیر شدند همه اعتراف کردند که در خاک پاکستان آموزش دیدند. نخست وزیر پاکستان در ادامه سخنانش از ایجاد کمیسیون مشترک بین دو کشور برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان خبر داد. ولی جمهور کارزای نیست نسبت به این کمیسیون ابراز علاقه‌مندی نبود. President کارزای رئیس جمهور کارزای و برهان ربانی رئیس شورای عالی صلح و دیگر اعضای این شورا موافقت کردند تا که کمیته مشترک میان افغانستان و پاکستان برای گسترش روند گفتگوهای صلح ایجاد شود. پیشنهاد بر این که کمیسیون مشترک صلح که قبلا با سطح وزارت‌های خارجه دو کشور ما بود از جانب پاکستان, از جانب پاکستان، از سطح به با بالاترین سطح دولتی پاکستان بلان برداشته کالې کمیسیون ځیر رهبرۍ جوړه موبسره زم بوکستان رئیس ارتش پاکستان یا لیدر رئیسه پاکستان یعنی لیدر رئیسه پاکستان او رئیس استخبارات پاکستان بهباش افغانستان ازي پیشنهاد پاکستان استقبال کړا و از جاره افغانستان هم اقدامات مختزي بهمي اساس صورت اخطات گرفت کله البته در کمیسیون جنبه افغاني رئیس هیئت کمیسیون شورای عالی صلح افغانستان نیز حضور خوان داشتند همچنین رئیس جمهور کرزی در این نشست از عربستان سعودی و ترکیه خواست تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش مؤثر ایفا کنند نقش کشورهای دوست و برادر و مسلمان ما را مثل عربستان سعودی و ترکیه هر دو کشور تایید کردند و بلکه خواستار نقش مسمر و مثبت این کشورهای دوست و برادر ما شدیم رئیس جمهور پاکستان نیز در ادامه سخنانش برقراری صلح و ثبات در افغانستان را عامل ثبات پاکستان دانست. من گفته های آقای زرداری را که گفته است جنگ در افغانستان باعث بی ثباتی در پاکستان میگردد تایید می کنم. جنگ با حراس افغانان به گونه مستقیم بر پاکستان تأثیر گذاشته است. نه تنها در بخش تلفات بل در بخش های اقتصادی نیز اثرهای ناگواری گذاشته است. این حرف های دیپلماتیک و حسن نیت نسبت به همدیگر بارها در نشست های خبری بیان شدند اما تا کنون دیده شده که خشونت ها بیش از پیش افزای شفته و در دو هفته اخیر ده غیرنظامی، غیر نظامی نیروهای امنیتی افغان و فرماندهان امنیتی در حملات انتحاری از سوی طالبان کشته شدند. باز هم خوش آمدید میمانان عزیز خوش آمدین به بس آقای مجرب شما آغاز میکنیم چرا پاکستان میخواد در روند صلح دولت افغانستان وارد شود بسم الله الرحمن الرحیم و بهین این این سفر آقای یوسف رضا گیلانی به افغانستان در ظرف چهار ماه گذشته دومین سفر است و البته اگر ما این مسئله را به دقت مورد ارزیابی قرار بدیم که چی چیز سبب شد که آقای گیلانی در این موقعیت و در شرایط ناگهان به افغانستان دوباره میان و سفر یک روزه و او هم با در رأس یک حیات بلند شامل لوی درستیز و رئیس استخبارات نظامی پاکستان ما فکر میکنم که در این رابطه یک سلسله مسائل از قبل وجود داشته چه بوده این مسائل؟ از جمله موضوع آمادگی ترکیه برای دادن یک دفتر نمایندگی با طالبان در خاک و کشور تلاش هایی که به منظور تشویق عربستان سعودی صورت می‌گیرد تا عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان پروسه صلح میان دولت افغانستان و طالبان نقش بیشتری داشته باشه و همچنان یک سلسله مسائل دیگه هم وجود داشته از جمله موضوع قرارداد استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا که پاکستان جدا از این مسئله نگران است بنابراین در این مرحله با تمام این جریانات پاکستان میاد و با آقای کرزای ملاقاتی دارن و آقای کرزای این ملاقات و این سفر متفاوت از سفرهای گذشته ارزیابی میکنن به خاطر ای که در اینجا چند موضوع که هم وجود داره روابط میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا در اواخر سرد است و در این حال روابط میان دولت افغانستان میان آقای کرزی و ایالات متحده آمریکا هم چندان حسنه به نظر نمی رسه اعتراضات و انتقادات وجود دارد با تمام این جریانات می توان گفت که این سفر یک سفر حساس بود در جریان این مذاکراتی که صورت گرفت و البته قسمت هایی از او در پشت پرده بود که مشخص نشد اما آنچه که ما در جریان مذاکرات در چی فکر آقای م... چی بوده در پس پرده رد و بدل میان مقامات افغانستان و پاکستان بدون تردید یک مسئله مهمه که در اینجا مطرح شده مسئله قرارداد استراتژیک بود در این حال پاکستان بارها این مسئله را گفته که بدون نقش پاکستان صلح در افغانستان نخواهد آمد در این حال دولت افغانستان هم این موقف پاکستان تقویت کرده با با اعتراضاتی که بر پاکستان کرده و همیشه هم گفته که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه و تا زمانی که مداخلات ادامه داشته باشه در افغانستان صلح نخواهد آمد در حقیقت جامعه جهانی را دولت افغانستان هم تا حد زیادی و اهمیت نقش پاکستان متوجه ساخته بنابراین این سفر در اطور یک مقطه خاص از زمان با یک با یک سلسله از جانب پاکستان تا بود که صورت گرفت یکی از نگرانی‌ها بود که ما بادا دادن یک دفتر در خارج از پاکستان در یک کشور خارجی موجب این شود که یک آدرسی برای طالبا پیدا شود و نقش پاکستان در رابطه در رابطه با سال کم رنگ شود و یا اصلا پاکستان کنار نیاده شود اگر ما به یاد داشته باشیم صدر اعظم انگلستان در صحبت هایی که مدت قبل داشت در سال گذشته گفت که پاکستان نمیتونه هم با هم تروریسم صادر کنه و هم در منطقه در مبارزه علیه تروریسم تلاش بکنه بنابراین در سطح بین هم پاکستان با مشکلات و چالش های مواجه است نزدیک شدن پاکستان در این مقطع از زمان من فکر می که یک نزدیکی مقطعی و تا حد زیادی را یک تاکتیک است از جانب پاکستان و البته صحبت هایی هم که آقای وزیر خارجه پاکستان داشتن در رابطه با اینکه مرکز تروریزم پاکستان نیست و موضوعاتی از این قبیل در حقیقت نشانگری ای است که پاکستان موقف گذشته خود داره در عین حال میخواهد که با افغانستان نمود کنه که ما در جهت آوردن صلح بدون اینکه دیگران بخواهند در این کار مداخله داشته باشند ما حاضر هستیم با شما همکاری صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و به این ترتیب باید. یک بار دیگه نقش پاکستان و توجهی که با پاکستان هست دوباره اجازه که ت... از آقای سنچارکی این مسئله را بپرسیم که عامل اصلی که پاکستان روا داشته تا بیاید در افغانستان و کمیسیون تشکیل به طور صلح و مصالحه و گفتگو با طالبان چی هست به نظر شما شما موافق هستین با آنچه آقای مجدمیان خب طبیعی است که نکات بسیار مهم را جناب آقای مجده اشاره کردند و ما اکثرا موافق هستم امرای دیدگاه و نظراتشان واقعیت مسئله ای است که پاکستان به شدت در سطح منطقه و جهان تحت فشار است و امروز جامعه بین المللی به درستی به این مسئله واقف شده که پاکستان در مبارزه با حراس افغانی سهمی باریز و شایسته را نداشته پاکستان چندگانه و دو پهلو با مسئله حراس افغانی برخورد کرده پایگاه های اصلی حراس افغانی در خاک پاکستان است در دو روز گذشته در مقدم آقای گیلانی دهاتن از شهروندان افغانستان و افراد کلیدی امنیتی افغانستان در قندهار و شرق افغانستان در عملیات های انتحاری کشته شدند کسانی که از آن سوی سرحد می آیند با پایگاهشان در پاکستان است و از جانب دیگه اما قسمی که اشاره شد تلاش ها برای باز کردن یا افتتاح دفاتر سیاسی طالبان در ترکیه یا عربستان تمام اینا باعثی شده که پاکستان احساس کنه که ابتکار عمل از دستش خارج میشه کنترل صلح از دستش خارج میشه و باید کاری انجام بده و سفر آقای زرداری به ترکیه ولی بیشتر از این که مقامات پاکستانی گفته بودن که ابتکار عمل در دست پاکستان است و کلید حل مشکل نزد پاکستانی ها است این گپ گب، راست است که پاکستان نقش اصلی را در ناامنی و جنگ و خشونت افغانستان دارد. پاکستان پایگاه حراس افغانی را در خود دارد. پاکستان اگر تحت فشار قرار نگیره که احتمالاً تحت فشار قرار گرفته از جانب کی؟ از ایالات متحده آمریکا. چه فشاری؟ فشار شما می‌بینید که ایالات متحده آمریکا در مقاطع مختلف کمک های خود به پاکستان مشروط ساخت. و در ادامه داره کمک با پاکستان طبیعی که کمک ها ادامه داره به پاکستان اما این کمک ها مشروط است و باید پاکستان گام برداره و نشان بده که در مبارزه با هراس افغانی و در ایفای یک نقش مثبت در مسائل افغانستان جدی است و این گام را برمی ما فکر میکنم خب تمام عواملی که باعث سفر آقای گیلانی به افغانستان شد این مسائل نیست بخش عمدش مسائل امنیتی و سیاسی است البته یک بخش عمدش مسائل اقتصادی هم میتونه باشه که افغانستان به عنوان یک رای ترانزیتی برای پاکستان از اهمیت بسیار خاص برخوردار است ولی اون در نشست خبری بیشتر به او توجه شد مسئله تشکیل کمیسیونی بود طبیعی است که البته در این کمیسیون اشارات هم رفت که این کمیسیون راجع به مسائل اقتصادی تبادلات و راه ترانزیتی و رفتن وسایل نقلی افغانستان به داخل خاک پاکستان به این مسائل هم این کمیسیون حتما بپردازد نقطه را که ما میخواهیم خدمت شما عرض کنم است که روی هر عاملی که باشه سوال اساسی است که آیا دید و نگاه پاکستان نسبت به مسائل افغانستان تغییر کرده خب، آیا پاکستان... میگه که تغییر کرده این بار تغییر دیده در دیدگاه های ما, فکر <تصفح> پاکستان. ما امیدوار هستیم که دید پاکستان تغییر کرده باشه و پاکستان به این نتیجه رسیده باشه که افغانستان به عنوان یک جغرافیای سیاسی امروز در ارتباط و پیوند با جامعه بین المللی در تلاش است که جایگاه و منزلت خود را در سطح منطقه و جهان پیدا کنه و بهتر است که پاکستان روابط و مناسبات خوب داشته باشه اما تردید وجود داره به نظر میرسه که هنوز هم پاکستان به نحو بازی میکنه و با مقامات دولت افغانستان باید بسیار جدی باشند و بسیار هوشیار باشند در برخوردها و تعاملات خود با پاکستان طوری که شما میدانید در ساختار و بدنی حکومت افغانستان موره های بسیار بسیار درشتی که از پاکستان جابجا هستند و اینها امکان داره که به یک شکلی روابط افغانستان و پاکستان به بس سمت سوی ببرند که افغانستان بارها از جامعه بین المللی گفته که مشکل اساسی افغانستان از پاکستان نشأت می‌گیرد. بلی در آقای کرزی بارها بارها گفته که پایگاه اصلی تروریسم بر خاک پاکستان است شما ریاست عمومی امنیت و سخنگویش از ظرف چند روز آینده چند روز گذشته بارها و بارها شاهد بودیم که اسناد و شواهد و دلایل زیادی را ارائه کردند که حراس یا تبع پاکستان هستند یا در پاکستان آموزش دیدند یا از اونجا تمویل میشن و حمایت میشن تمام اینا ما امیدوار هستیم که در مذاکرات پشت پرده که جناب رئیس جمهور گفتند که بسیار بسیار در واقع اوریان و سریح بوده این گفتگوها و خوب است که گفتگوهای اوریان و سریح با رسانه ها با افکار عمومی مردم افغانستان شریک بسازند تا مردم افغانستان مطمئن شوند که بار دیگر رهبری سیاسی دولت افغانستان فریب بازی های پاکستان نمیخوره و پاکستان به اونان یک همسایه نیت خیر داره تا صلح و ثبات در افغانستان تامین شود آقای شریفی چی چیز از دید شما پاکستان روا داشت تا چراغ سبز به مسئله گفتگو با طالبان بته و که چقدر امیدوار هستیم که چون این کمیسیون تشکیلش بتانه کمک بکنه بروند و حل منازعه در افغانستان دو بود است و هر دو طرف هم جانب افغانی هم یک در خاص خود از موضوع داره و جانب پاکستانی هم این چرا پاکستانی حالا دارن با گویا سر مسئله مذاکره نه سال من مطمئن نیستم سر واجه سال سر مسئله مذاکره با طالبات با حد ابتکارات به خب میتن و اقدامات و ابتکارات که فعلا در سطح بین ملی سر مسئله افغانستان صورت گرفت با در نظر داشت تحولات که در خواره میان آمدن حد یک درک را ایجاد کرد که ممکن مثلا ترکیه یک 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 دفتر پیشنهاد کرد و کانادا و آلمان مسائل دیگه و فرانس کنفرانس بونام در پیش است من فکر می کنم که یکی از مهمترین دلایلی که فعلا پاکستان دارد دوباره با یک جهش زی... سرعت پیش برای است که کنترل پروسه مذاکره با طالبان را دا دست داشته باشه بیشتر از این نداشت ببینید بعض اقدامات صورت گرفت که در اقدامات مثلا اینکه که, راهی به ترکیه پیدا کنن از طریق دفتر ترکیه و آلمان پای دیگه البته نبایدم در او این هم هم دلستان 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 نباشر. دلستان؟ نباشر. ای موضوع, بسیار اغراق نباشه یعنی من است که نباید طالب... که مثلا این موضوع بسیار اغراق شود که باز کردن یک طالب نمایندگی در بیرون به معنی است که از پاکستان مستقل میشن من فکر می کنم که قدر قدمی اول پاکستان قرار داره که کوشش میکنه که ابتکار عمله در این پروسه مذاکره در دست داشته باشه یک دوم فشارهایی که در ای اخیر برای طالبا وارد شده چی از برو طرفات قماندانای شورای بسیار طرف شده یا بالاخره زیاد نیروهای خارجی و گپا تا حدی امی پروسه مذاکره امی پیش شرطای هم که تا مطرح شده کاهش فشار بر طالبا بود دو و در نهایت در سوم سوم به ارتباط میگیره با موضوعات داخلی پاکستان پاکستان یک است که سریعاً به طرف ورشکست شدن از لازم اقتصادی روان است و تقریباً تمام پیش بورد روز همین فعالیت اقتصادی روزانه ازی وابسته است با کمک ایالات متحده آمریکا و صندوق جهانی پول این در حال هست که بودجه نظامی ازی هر روز بالا میره و پاکستان به زودی شاید به از بزرگترین ذرات خانه های اتمی دنیا تبدیل شود بنان بیسب و این ارتب... و این وابسته است به کمک های غرب بنان تمام از این مسائل تا حد ای مقتی یک حد در این مقطع زمانی یکی از دلایل میشه که پاکستانی ها کش میکنن که در این پروسه هم داشته باشیم اما یک مسئله اساسی است این بار اول نیست که این ابتکارات شده در سال 2003 ما را شاهد بودیم در سال آخر 2004 2005 مسئله را شاهد بودیم که قرارداد عدم مداخله سر افغانستان پاکستان امضا کرد و ما فکر نکنم که آخرش هم باشه در نهایت تصویری که مثلا جانب افغانی سر از موضوع داره که با پیش کشتن مسئله مذاکرات تا حد و بالاخره داخل ساختن کشورهای دیگه مونوپولی یا انحصار پاکستان در ارتباط خارجی طالبان بشه امو په در عین حال پاکستان کوشش میکنه کین مونوپولی نه وګونه ما یو اک تصادم هم وینیم دا چې بس آقای شوې شو مونډین با بس تشکر نو خو در موارد کمیسیونی کې قرار واست تشکیل بشوي نه افغانستان و پاکستان کې آقای ګیلانی مطرح کردن از ترکیب ای کمیسیون کې کمیسیون در جانب افغانیش چه ترکیب داره بسم الله الرحمن الرحیم خب داوی دا خبر داوی چې ملمنو ټولو خبر من اول نو رسیدلې و ریدلوی. دا دا او تاسې په نظر له روس تر اول سيتم ترکیب خبروسته معلومي کې زموږ په نظر کې د هيشي چې دا د حکومت لترف وي او پخې کتاب امنیتي تبن امنیتي ځوكونه په کې وزارت خارجې نه په کې سوکي او بعضي علمي او سیاسي شخصیتونه کله کې وساتور تور کې هغه هم په کې جدا په ځما په نظر جدا وي د صلح عالی شوران کې دشي دا یو تخصصي یو مسلکي یو ټکنیکی کمیټهونه وی یعنې شورای عالی صلح درې اشتراک نه مداشته زه فکر نه کوم چې په دې کې بعد د صلح عالی شورا غړي موجود ولري ته ټول پاکستان واقعا چه همکاري کړبه شورای عالی صلح په در مجموع په روند گفتگوو او طالبان سره د پاکستان اسلامي جمهوریت خو خبرو کې ډاډ ورکړل دي خپل وزارتونه کې څنګه د صلح طرفداري او د صلح د اعلی شورا غړي چې کله پاکستان ته تلی او هغه وخت هم د دې وړ خو استقبال کړل او ټول مقامات سره تفصيلي خبري شې وې اوس هم چې دای کوم خبري کوي چې مونږ د صلح د اعلی شورا طرفداري کوو حمایت کوو او دا کې طالبانو ته نمایندګي خلاص شي او د هغه ودرس معلوم شي او هغه ته مسؤنیت ورکړ شي او تضمین وکړي شي نو مونږ د دیت تر افداری دا معلومیږي چې پاکستان مغواړي چې د سوله عالی شورا یا د صلح د پاره په پا مجموع کې کم حرکت کوي او په سیمه کې پوسولبانې منتشکیږي نو ما په خیال شرم په دې پوښوي چې دا د پاکستان په پا ګټه د افغانستان په ګټه سنکت... رم <تصفح> سیم <تصفح> په کوم کاري نه کېدنه خوښه اې زوخه د دې نفي نه کو مطلق چې هغه به همکاري نکړي ځکه چې دلته چې څنګه جنگ روان دی دا پا په پاکستان کې هم روان دی نو خلخله غواړي چې خپل بچي دی پور کې وڅوځي بمباري دی پیو شیبو وت کوش عملی دی وشی اولته دی خلکو وجهلش دا اکثرا کې چې د افغانستان لپاره یو مشکل دی په اني شکل د پاکستان لپاره مشکل لکه منګ غواړي دلته دی سوله راشي زه ما په خیال چې پاکستان مشران او د پاکستان عوام او علما هغه په طریقه ولا باندې غواړي چې په پاکستان کې دی هم سوله راشي اساس یو میون برنامه کوتا بیا را برمیګر وسام خوشامدیت اقای شاوید آیا تشکیل کمیسیون کې تازه قرار ست د موضوع گفتگوای سال شود ای نشاندې دی بي نتیجه بې دن کار شورای ali سال واقع نه ست نه زما په نظر باندې د سولې د ali شورا وظایف او مسولیتونه باید دغه کمیسیون نه جدای چی تفاوت درارم زما په نظر دا کېدې شي د پېستخباراتي ساتپانې په امنيتي ساتپانې کېدې شي وزارت خارجه په چوکاټ کې یعنی پ پ پ پ حکومتي حساب باندې دغه کميشن به تشکيل ولی نو دسته بالوي درنه فکر نه کوم چې د دصوله د علي شورا زېونی سي او يادې دغه په فعالیتونو باندې اور اگر اي کميشن په ميان بيایي چه نيازي براي شوراوي علي صلح ما عرض کوم چې د صوله د علي شورا جایګه چې دا اغه تقریبا په داسې سرحد کې د چغایو به ترپی نیولې او بل په داخله دا افغانستان کې خپل فعالیت کوي بیا په سیمه ای شکل باندې بیا د جامع جهانی سره ان د سولې د عالی شورا موقف نتیجه کار چی نتیجه خو په معلومیږي نو کار شورا د تاسو ک پندشپک مېشته و شولې یو څرو او بحث ما باید کار معلوم مشيږي ګور په داخله د دا افغانستان کې ټول افغانستان ته سفرونه کړی دي زنونو ته سیمایزو او گاونډی او ادونو ته جامع جانی سره خبرې کړې دي داسونو امداوس چې د صلح رس... د موضوع ګرمه ده خدای د صلح د اعلی شورا د فعالیتونو په وجګه کې هیڅ وخت شما طرف را چې طالبان هیڅ قانوني نساختین به یې چې کار شما موثر استهه ونه دا... مشرد کرده تلاشه شما د حقیقت دی چې طالبان په دې باره کې یو رسمي موخيف خپل نه دی خدلې مګر طالبان سره کوشش شروع دي حتی د مشرانو سره چې رابطه سره ټینګ شي دا خبره چې کېږي چې طالبان د پاره دي یو نهมายدې پیدا شیو یو مسونیه ته غوډه لپاره پیدا شیو ادرس ته پیدا شیو د غوډه لپاره تضمین پیدا شیو د تور لیست نه دی وستل شو دا ټول قصې چې سله اعلی شورا رانیولې دي د امدی لپاره مقدمات چې بلې نتیجه چې نتیجه براوزينو تاخو شي نتیجه وته ولې نتیجه شو چې یو کمیسیون جدید تشکیل مشل جناب پاکستان او افغانستان ای په خاطرست کې راحل شمو پیدا کړنه نتونسته د امن منطقوي او ګډه جرګه جوړ شي او بیا یو جرګګي جوړ شي او پنځیش کس دې خوند پندريش کا صداږي خوند په خپل د افغانستان پاکستان او د ایساف یو آ... سفريقي یو یو کمیسون جوړ شوی چې خپل غی استخباراتي معلومات سره شریکول دا یو بل کمیسون بيچې د په خپل دولتي صاحب باندې شات د افغانستان د طرف او د پاکستان د طرف په نمایندګي کې د سولې عالی شورا آ... یووازي د دغه کمیسون مسئولیتونه نټرسره کوي اغه د دې نه به حالات او مسئولیتای کیه چېدا ازې کمیسیون از هست چی هسته شما امره گفتگو با طالبان کار میکنه یو کمیسیون یو خوده د چي د سولې علي شورا د افغانستان ام د حکومت ام د عوامو ذہنیت په دې تامد کوي چېغه د سولې حمایتو کیو یعنی طالبو جب... زیمایتی وجود نداره از روند سول لری ول نه لری خو شما میخواین کی حمایت وشي ارېد سولې حمایت کوي تاسو نیاس نیست به کمیسیون شما شما مګین بری ای... تاسیس شوه ک حمایت از... مردما زو, مردم مردم. زو ما چې خلک غواړي چې د غلطمون زو کې خو غواړي چې په امامت و کې نو تد دې سولي د حرکتونو لپاره یو امامت په کار دی کول او اگر, اگر امامت دګي په مشريا وي او اگر امامت دګي به وجود بیای کېږي سبا با صلاحیتای بشتر نیاز به کوم به شورا جوړه شي ما د جودا ساحه کې فعالیت ته جودا ساحه کې فعالیت تفاوت څه هسته خو ارغو چې موږ د سولي د علي شورا فعالیتونه صرف د حکومت په چوکاټ کې نه دي او داس بی... حکومت چې شما وره گفتگو با طالبان ایجاد شو د شورا علي سول کمیسیون یو همک قرار است ایجاد شوهه بر غفتگو با طالبانو پیدا کردن یک راه حل است تفاوت چی است موږ یوازې طالبانو سره نه موږ د افغانستان د اسلامي دولت سره یو موږ د خپل علماو د قو... قومي مشرانو د روشن فکرانو د مدني ټولنو د اورونو د خوين د ټولو سر بخبري کوي یو مشکل اساسي د سیمايزو او گاونډي او د نړۍ جامعې جهانی سره دغه کمیسون چې د غړی په محدود چوکاټ کې پاکستان افغانستان تر منځه د سوليده علي شورا د ډېر فرق کليده حل گفتم چې در همین جاست کليده حل در پاکستان افغانستان دا 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 او افغانستانهست نه د سعیده جد دوه ډېر ضرورت لري صلح ته او مسولیت هم ډېر زیات دی متضررم د دوه ډېر دی او د دوه دوال په دې دوه باندې فشار هم زیات دی مګر یقینی دي چې صلح دلته چې په دې سیمه کې راضي داوه جهانی شوې ده یعنی جامعې جهانی هم مسولیت لري چې په دې سوله کې هغه شي پاکستان او تر څو مشخصه کجاو از در کجا هستند آیا واقعا پاکستان در طالبان زیست درند زو په دې عقیده م چې پاکستان رول لري په طالبان باندې اثر لري بعض طالبان پیجنې دا چې اغه په څومره مؤثره دي په دا جدا خبر ده مګر پاکستان مؤثره ده په طالبان باندې او په مجموع کې په مخالفت کې یوه کمیسیون توانایي را داره چې حل وکړي اگر صادقانه عمل وکړي مثلا زه به عرض کوم مخکې ما عرض وکړ چې د سیم مخکې کمیسیونونه جوړ شوي دي جرګي جوړې شوي دي کچیر ته دغه دوه حکومتونه د التزامونه کې واقع بیا به هم دا نتیجه ورنکې سپاسګزار اخوې مجددا ته حل چې همکاري واقعا از طرف پاکستان برې گفتگو باس گفتگوې سول شوې ده او واقعا یې کې بخواین کې طالبان را مسئله شانه یک طرفه بکنند ما اجازه میخوایم می که اول همین مسئله کمیسیون را که هست کمیسیون مشترک میان افغانستان و پاکستان در مورد از این کم صحبت کنم که اصلا این کمیسیون وظیفه یعنی تمام شورای عالی صلح نمیتونن که برن با پاکستان و پاکستان هم نمیتونه که یک شورای عالی صلح ها با تعداد 60 نفر ولی در حالی که این شورای عالی صلح وجود داره چه نیازی به یک ترکیب دیگه است یعنی درست نبوده اجازه بدین شما خودتان که پیشتر هم چی اگر تعقیب کرده باشین است... آقای کرزی گفت که استاد ربانی در راست خواهد بود یعنی به این معنا هست که ولی آقای شاهد که نمایندگی میکنن عضو شورای عالی صلح شما دیدین که گفتن یک ترکیب جداگانه است ببینید این ای گپ تازه بود گپ ولی آقای شاهد که عضو شورای عالی صلح هست شما رد میکنین گفته آقای شاهد نه, نه نه منظور من است که آقای شاهد شاید این ای مساله را تعقیب نکرده بودند ما, ما هم نمیفهمیدم از از, از, از گزارش که شما اینجا آقای شاهد یک نظر آقای شاهد شما از این مساله آگاهی ندارین در موضوع خود نننی ملاقات نره پیدا شوید چه یو کمیسون به جوریگی نووبو ګوريټ چې دغه کمیسون میکانیزم څه دی تفصیلات څه دي شرایط څه دي ظرفیت څه مرده او دغه فعالیتونه به څه وي تاسو ته نوځه توطا رسیدل د اعلی شورا کچیرته <تصفح> په دغه سیو کمیسون کې اغه خلاصې شي بیا <دا> د اعلی شورا به مطلب څه وي په فرماینه خو اصلن اصلن مشکل مویست کغه رئیس جمهور خودش تصميم میگیره امی کمیسونه په ان شکلش اغه رئیس جمهور کتي کمیسون بازی میکنه ترخهت خود اعضای کمیسیون خبر ندارن آقای رئیس جمهور میگه که آقای گیلانی میشینه و میگه که خب ما می ترکیب تغییر میتیم شما که ریاست کمیسیون بالا بردین از سطر وزیر خارجه باید. و سطر صدر اعظم ما هم رئیس جمهور سابق ما را که رئیس کمیسیون است این را میاریم در راست این در حقیقت نشان میده که کمیسیون در, ر... در... در... کمیسیون حکومتی است و این بسیار خطرناک است بخاطر ما... ما یک سوال دیگه از جناب آقای شاهد دارم سوال ما است که همین کمیسیونی که شما ساختین یا همین شورای عالی صلح د شورا عالی صلح طرف است یا وسیته است بین د حکومت و طالبان اگر آقای شahid بفرمایئ چې استقلال کمیسیون در آه. کجا از وخت رییس جمهور ده... تصمیم میگیره پس مې چې آقای مجتبی یعنې سلح... ترکیب را تغییر مې تان استقلال کمیسیون هر چي کله تصويب شوی د هغه کې هغه ویل دی چې دا یو بی‌طرف شورا ده په دې معنی چې رییس جمهور تصمیم میگیره چه... ای بی‌طرفی کجا ده آه... کل زام زم... دوې مچ ممکن نه د کل چې د شورا عالی شورا غړی کینی او هغه په دې باندې خپل مشوره کوي او تصمیم نيسي زه فکر نه کوم کو د سولې د اعلی شورا غړي د دا ومني چې هغه د دې کمیسیون پر راس کېم د استاد رباني مشري ومني bale ol nazar shoma aqai sancharaki dar mawrida shuray-e ali sulh chi ast waqai tanasim gira asli ki ast wa ki mitana mushkil hal kana komisyon shura wa ya jirgi ki tashkil shuda bud waqai ba kujo bayad dast badaman shwa ما فکر میکنم که متاسفانه جناب رئیس جمهور اما قسمی که نسبت به پارلمان به اعتناس نسبت به قوه قضایه به اعتناس نسبت به احزاب سیاسی به اعتناس نسبت به شورای عالی صلح و کمیسیون تحکیم صلح و سایر نهات هایی که جور کرد نسبت به اینا هم به اعتناس و خودش واقعا هر قسمی که خواست تصمیم میگه اگرچه تصامیمش باز بعدا پشیمانی به بار میاره شما وقتی در این سال میگن که اینا چون از یک جرگه بیرون آمدن و این شورا استقلالیت بیش خود داره نه جرگه مشورتی ای از انتخاب نکرده بلکه ای از توسط رئیس جمهور گلچین شده بنابرای مسئلهت هایی که پیش خودشان است یک مجموعه را از چهار طرف جمع کردن یک مجموعه که زیبنی که ما احترام میکنیم به شخصیت تمام اینا یک مجموعه نا متضاد نسبت به هم دیگه بدبین مخالفی یک دیگر، یک مجموعه را جمع کرده سرشان را در یک شورا بند کرده و متاسفانه توهین هم میکنه به این شورا چرا که بعضی مذاکرات پشت پرده را خودش انجام میده بعضی تصمیم خودش میگیره دیس شورای عالی صلح میبنده اجازه نمیده که شورای عالی صلح اما اعتبار و اتوریتی خود از سطح داخل و خارج کشور پیدا کنه و به حد، و در سطح واسط میان حکومت و گروه های مسلح مخالف و جریان های سیاسی جامعه مدنی بتونه یک نقشی واقعا سازنده و مؤثر ایفا بکنه اگر همین راست باشه گپ جناب مجدکی وقتی رئیس جمهور کرزی میگه که یک کمیسیون حکومتی یا دولتی مشترک از دو طرف تشکیل میشه که در جانب پاکستان سطری ازم قرار داره وقتی اگر واقعا گفته باشه که در جانب طرف استاد ربانی قرار داره یک توهین بزرگ به استاد ربانی و به شورای عالی صلح است چرا که یک کمیسیون حکومتی است اگر در او طرف سطر اعظم باشه از این طرف باید مثلا مارشال فهیم باشه که به با حیث معاون اول نقش سطر اعظم داره به این خاطر به یک شکلی رئیس جمهور میخواد با این مسائل که وضاحت دادن گفتن که یک ترکیب جداگانه <تصفح> ای است شورای ما نیستند من باور به می است که یک ترکیب حکومتی است اگر او طرف سطر اعظم از طرف حتما مارشال فهیم باید باشه اما معلوم نیست که چی کسی <تصفح> از ولی انجاز پرسی اینا له ساحه و استقامت کاری نوبت مشخص شه ما فکر میکنیم که ساعت یا استقامت کاری کمیسیون مشترک بیشتر مسائل تبادل اطلاعات مسائل استخباراتی و بعضی فعالیت های مختلف دیگه و مسائل سیاسی بیشتر خواهد بود تمام مسائل کنجا حل میشه اگر واقعا صادقانه <applause> کار شود خب این مسائل ببینید بین کارهای کمیسیون تحکیم صلح میکنه با شورای آلیسو چقدر تداخل است کمیسیون تحکیم در کجا تفاوتش در کجا است سن آقای سنتوری این تفاوت ای. بعد از حکومت بپرسین از آقای شهزاده بپرسین که این تفاوت در, در کجا است ما ما خود ما باور داریم که تفاوت در چه هست ما باور داریم که جناب رئیس جمهور کرزی خودش به تنهایی به جای پارلمان کار میکنه به جای حکومت کار میکنه به جای قوه قضاییه کار میکنه به جای شورای عالی صلح کار میکنه به جای اپوزیسیون کار میکنه به جای همه خودش کار میکنه کسی دیگر رو مجال نمیده یک کشور کار بکنه هیچ کس جایگاه و صلاحیت و منزلتی به اصطلاح حقوقی و سیاسی و شخصیتی خود در کشور نمیتونه با وجود یک چنین رئیس جمهوری پیدا بکنه خودش بازی میکنه و همه چیز گد و شده یعنی شما وقتی میبینید واقعا همه چیز گد و میشه وقتی که شورای عالی صلح در برای سفر میکنه با ترکیه سفر میکنه با عربستان سفر میکنه با پاکستان اما پشت پرده رئیس جمهور و عواملش با بعضی از مورای طالبا مذاکره پشت پرده داره که شورای عالی از او بی‌خبر است شما دیدین که وقت استاد ربانی از ترکیه آمد انتقاد کرد که هر گونه گفتگو و مذاکره با گروه های مسلح مخالف باید از مجرای شورای عالی صلح صورت بگیره در حالی که حکومت و بعضی عوامل و مهره های دوروبه جمهور خودشان مستقیما روابط در دارن, در این سوال دارن, مطرح دارن میشه آیا صادق هست خود دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان؟ من معتقد هستم که صادق نیست به خاطری که حکومت افغانستان دقیقا متوجه قضیه است که با ساختار فکری ساختار ایدئولوژیکی که حکومت افغانستان داره طالبا ای را نمیتونه قبول بکنه رئیس جمهور کرزی چه نوع اعتقادی داره چی نوع باور و با ایدولوژی داره که طالبا و تفکری که دارن باید سازگار شون طالبا اصل نظام نمیپذیرن گروه های مسلح مخالف خواستار تغییر بنیادی و اساسی نظام هستن اونا چی میخواین اونا میخواین چوکی میخواین وزارت جمهور میخواین بارها گفته اگر شما خارجی از کشور رئیس با تمام خواست تقریبا داره تن شما در صحبت های رئیس جمهور در جریه مشورتی سول هم دیدین تناقضات بسیار عمیق شما در صحبت هایشان دیدین از یک طرف دود کسایی که انفجار میکنه افراد در مساجد میکشه قتل عام میکنه با ما این نداریم از طرف دیگه ولی کسایی که صلاح خدا به زمین بگذارن تصمیم شون پروسه سیاسی را قبول کنن قانون اساسی را بپذیرن ما اونا را قبول داریم چون چیزی ممکن است اما کسی که انفجار میته مردم میکشه اونم طالب است یا اونم گروه مسلح مخالف است اونا بو نظام قبول نداره پس بنابراین خود رئیس جمهور متوجه قضیه است تنها چیزی که رئیس جمهور میخواد این است که بتونه یک پایگاه اجتماعی پیدا بکنه و هم از طریق تسلیم شدن بعضی از گروه های مسلح مخالف و عده و هایی که با اونا مت افراد را بگیره و تضعیف کنه در واقع گروه های مسلح مخالف این که با اونا به یک تفاهم برسه ای یک دره بسیار عمیقی است که از نظر ما پرشدنی نیست تنها راهی است که حکومت و دولت افغانستان نهادهای امنیتی و دفاعی خود تقویت کنه ساختار اداری خود تقویت کنه ارگانهای تنفیز قانون تقویت کنه مشکل اقتصادی و اجتماعی مردم حل بکنه یک محور وفاق با وجود بره این مسائل میتونه که یک بله. نقش سازگار داشته باشه نه اینکه به این شکلی بازیگرانه با این مسائل برخورد صورت بگیره آقای شریفی اول از سوی پاکستان سه نهاد در کار هست نهاد ملکیشان وارد صحنه شده نهاد استخباراتی و نظامی آیا در طرف افغانستان هم ما چونین ترکیبی داریم که متوازن باشه با او ترکیبی که از طرف پاکستان در این کمیسیون ساخته میشه بسیار صحبت شد که در افغانستان آقای کرزای خودش تصمیم میگیره و خودشی کار رو میکنه و خودشی کار رو میکنه اما خوب ببینیم از جانب پاکستانی تصمیم گرندی اصلی کی هست بلی. از 20 سال گذشته از سال 1989 که ماده ژنو امضا شد تا امروز این بسیار مشخص است که نقش دستگاه دیپلماسی پاکستان در تصمیم گیری های سیاست خارجی تقریبا هیچ است و مهمترین مرجع تصمیم حداقل در امروز سازمان استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان است اما خب به جانب افغانی بر بگردیم یک مسئله مشخص است با وجود تمام تناقضاتی که در امروز در سیاست ما وجود داره این مشخص است که سیاست افغانستان سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایش مخصوصا یک سیاست منقطع و فقط یک عمق و اد... متاثر از یک عدم ثبات در طول ده سال گذشته بوده اما ای هم ضرور هست که بفهم که مثلا با در نظر داشت واقعیت های امروز جامعه ما که افغانستان یک جامعه است که دو مراکز متعدد تصمیم گیری وجود داره این ضرورت داره که لایه ها و رده های مختلف تماس با پاکستان باشه که تنها شخص رئیس جمهور است که از جانب نه, نه. همه تصمیم میگیره ر... رئ... رئیس جمهور از جانب همه خب تصور میشه که تصمیم میگیره اما اگر ما امروز فکر کنیم در داخل افغانستان مراکز متعددی است که سر هر تصمیم گیری مت... مثلا کدام مراکز است مراکز خب متعددی. ببینید امروز ما گروپ های مختلف داریم که در قدرت شریک شدن باز 2001 با وجود که مثلا فراز و نشیب های مختلف را هنوز کنار زدن از یا ناممکن است ما مثلا مروز در کنار تمام عناصر سنتی قدرت در افغانستان یک پدیده نو هم داریم کوبرت بخشی از مثلا گروپ های جامعه مدنی افغانستان است مثلا گروپ های زنان در افغانستان و تا در جریان مثلا انتخابات پارلمانی در جریان کمیسیون صلح به یک یک پدیده مطرح شد مطبوعات افغانستان در نظر نگرفتن اینها در دراز مدت انتحار هست بنان از جانب افغانی با با من مطمئن نیستم که حالا از طرف پاکستان یک ترکیب قوی ارائه شد نخست وزیر هست رئیس سازمان استخباراتی رات. و ایسای هست رئیس ستاد ارتش هست از جانب افغانستان یک چنین ترکیبی کی ها میتونن باشد از جانب افغانستان ببینید افغانستان هر ترکیبی را که راه عبتن. هر ترکیب را بتا ولو ترکیب باشه که خاص رئیس جمهور انتخاب کنه یا هر کس دیگه این ترکیب در صورت عدم هماهنگی با متحدایش که درگیر قضیه هستن مفهوم نداره متحدا؟ متحدا؟ متحدای بین ملیش در قدم اول این اساسی ترین اصلی هست که در هر ترکیبی را گرات افغانستان را میکنه این ای در نظر گرفته شود و خاطر که ببینین پاکستان یک ترکیب رو کرد اما ما ف... ای... ای تو فکر نکنیم که این ترکیب نهایی است که پاکستان میده این ترکیب از خود چند ف... چهره داره ولی چهره... ترکیب نهایی باید باشه نه بلندترین ها را مقصد از ترکیب نهایی در پروسه تصمیم گیری بود در پروسه تصمیم در نهایت جدا از اینها کی اشفاق جنرال آره اشفاق سی نیرویی که در پاکستان مطرح است بله. نظامی ملکی و استخباراتی کرسی هستند م... ملکی یک طرف میگذاریم چون تا بال ثابت شد که دستگاه ملکی پاکستان هیچ کلا مسئله در سیاست گذاری خارجیش نداره این دو, ای دو بخش مهم دیگه است اما این بر ما هنوز مشخص نیست که دید از یا در قبال افغانستان کنم تغییر آورده باشه دید گذشته از یا و این ترکیب هم داده پیشنهادات از یا چی هست زدوبند از یا با آمریکایی ها تا چی بوده و بالاخره چی پیشنهاد ما بر شدیم و چی پیشنهاد بر ما دادن تمام پروسه سال فعلا متاثر از یک ابهام کلی هست. آقای مجده شما در مورد ترکیب شورا کمیسیونی که قرار است تشکیل بشه از جانب پاکستان اعلام شده در طرف افغانستان کی شما واقعا میدانه متوازن باشه با ترکیبی که از طرف پاکستان راه شده اول خو خدمت شما عرض کنم که در کمیسیون از قبل فکر میکنم رئیس وزیر امور خارجه افغانستان و وزیر خارجه پاکستان تعیین بودن و یک ترکیب حکومتی بود محسوس نبود که بله. دارن چی میکنن اما ولی حال جدی تر دارن به خاطر به خاطر ارتباطات در رابطه با مسائل صلح بود اما آل وزیر پیشتر که من اشاره کردم به اینکه تلاش هایی که در سطح بین المللی در جریان هست موجب نگرانی پاکستان شد و پاکستان به خاطر اینکه نشان بده که واقعا قصد کمک به پروسه صلح در افغانستان داره این ترکیب بلند برد و سطح صدر اعظم که خودشم در اینجا حاضر بود اما نکته دیگه که شما انتقاد کردین و گفتن که که شورای عالی صلح چی کرده و چی نمی چی کرده و چرا اینطور در هم روان است من خدمت شما عرض کنم که امم متحدان بین المللی آقای کرزی رای خود گم کردن امید دیروز بود که خب، وزیر خارجه اونها شناختی ندارن از بب... مسئله ببینید در ده سال که اینا شناخت ندارن با این دم و دستگاه خود شما از, شورای عالی صلح چی اینا دارن؟ شناخت دارن اینا به امید دلیل ببنید. آمدن که ما میتونیم مسئله را حل بکنیم بله شما اجازه بدید که من چی میگم وزیر خارجه امریکا میگه میگه که تماس باید با کسی صورت بگیره که مشکل ایجاد کرده یعنی با سران طالبان رابرت گیتس میگفت که تماس باید فقط با رده های پایین طالبا ها صورت بگیره بالا، کسانی که در بالا هستن اونا تروریست هستن حرف آقای پتریوس ای است که باید بجنگیم و اینا را نابود بکنیم وقتی که ما میبینیم که خود امریکایی ها و در این حال پول میتن پول به خاطر از این میتن که شما کمک کنین به طالبایی که میخوان به این پروسه ای پروس سال بپیوندن یک نوع تناقض در, در, رفتار و در, در عملکردها و در تصمیم گیری های خود امریکایی ها وجود داره که در اینجا حضور دارن بیشتر جناب آقای شریفی اشاره کردن به متحدان بین المللی آقای کرزی همین متحدان بین المللی هستن که کل کار خراب کردن و اول نمیفهمن خودشان که چطور خود از منجلاب به افغانستان بیرون کنن مثلا در کدام مورد کار را خراب کردن اجازه دادن که حتی نیروهای طالبان وارد بشه به کابل جنرال پترویس خودش گفت که ما امنیت اینها را تامین میکنم میتونن وارد کابل بشن ببینید جنگی را که اینا آغاز کردن برای علیه تروریسم همین جنگ فاقد یک تعریف بود اینا هیچ تعریفی برای گپ نداشتن جنگ برای علیه یک مجهول بود و امروز خودشان نمیفهمند که چطور با او مجهول مذاکره کنند وای حرف را که ترکیه زد این حرف خود ترکیه نبود امریکا با او چراغ سبز داد که اونا مجبور شدن بگویند که بله ما حاضر هستیم برای از اینا یک دفتر باز کنیم چرا امی ترکیه امارات طالبان رو به رسمیت نشناخت امروز برایشان دفتر میته و اینا همه از روی مجبوریت هایی است که امریکا داره در این مملکت و من میگم که امریکا این حرف است که چند قبل یک کس دیگه گفته بود میره که طالبان در جنگ پیروز نمیشن اما امریکای جنگ میبازه حقیقت همی هست آله منظور اصلی شما چه هست که این ترکیبی که از طرف افغانستان ارائه میشه کی باشه ترکیبی که در در این ای 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 ترکیب ارزش نداره من فکر نمیکنم که این فقط یک چیز ولی تصمیم گیری میکنن این مسئله ای که مسئله که یک شورای به وجود آمده در اون طرف این قبلا تصمیمش گرفته شده بود و از جانب پاکستان و همچنین از جانب افغانستان ولی ترکیب اونا بالا بردن فقط به خاطر یک،, یک،, کار نمایشی من باور نمی کنم که اونا بتانن طالبان وادار بسازن که بیاین با دولت افغانستان ولی اقل به با... خاطر خود که شده پاکستان کاری خواهد کرد پاکستان ما پشتر گفتم که نگران از این است که این ابتکار از است خودش بره در ترکیه در عربستان سعودی در جاهای دیگه مراکز به وجود بیاد که اونا یفتکار رو به دست بگیرن و لاقل نقش پاکستان که همیشه میخواد ای که این نقش نقش قوی باشه او را تضیف میکنن و خاطر امی هم هست که یک یک کار امروز می آقای گلانی در اینجا اعلان میکنن. اما در مجموع میتوان گفت که تا کنون هیچ نوع تماس جناب آقای شهازات هم اینجا تشریف دارن هیچ گونه تماس با رهبری طالبا از طرف هیچ کس صورت نگرفته و آخرین موقف ره رهبری ولی طالبا ولی وقتی پاکستان وارد بازی میشه چی؟ تا کنون حتی از طریق پاکستان هم امی ام ارتباط صورت نگرفته یعنی ای این امیدواری وجود نداره که با توجه به این کمیسیونی که قرار است تشکیل شود راه پیدا شود برای مذاکرات آغاز میشه من فکر میکنم که مذاکرات آغاز خواهد شد مذاکراتی که جنگ ویتنام به پایان رسید در نتیجه ازو او ده ها سال دوام کرد مذاکراتی که امروز بین اسرائیل و فلسطینی ها هست ده ها سال است که ادامه داره مذاکرات آغاز میشه جنگ هم ادامه پیدا میکنه و ما بي باور نشتم چې مذاکرات هم کی شروع شوت با سال به انجمه چنين چیز ممکن پذیر نشته اقای شاهد درې روزا بس کشور سیومی بر پاکستان بسیار مترس و ترکیه موافقت کرده دفتر بر طالبان ته چرا کشور سیومی بر پاکستان بر طالبان بمزره پدیخ افغانان هم پوېږي چې یو صنعت اعتراضونه او شکایتونه د پاکستان او د ایران او د دې نه موجود دی په دې ټول د انقلاب کې نو څوک هم نه غواړي چې په یو چا باندې اعتراض او شکایت د اغېنه او یالته د مداخلې او یاد مغرضانه لاسونو خبرې دیو وغېته دی دفتر مورکي تبيده چې د نمائندگی اخلاصي کې په یو ملک کې هغه د سالي سياسيت ولريو اغه تروسه پورې ثابت کړی چې دلته د اسنو مداخله نه کړې اول <applause> شو د دولت, دولت افغانستان به تعریف وکنه ادرسې بره طالبان ګوره مخکې مجدسه په خبرو وکړه چې د دې لپاره یو یو زه پیدا نشي نو دا به د د مجهول سره مبارزه وي یعنی شما ته حاله با کس میخاصین گفتگو وکړین چې وجود نداره مجهول د منګ علي زليدي چې منګ او منګ دغه لپاره نمایندګي فائدہ کو او دا غ مجهول معلوم شي منځري عام تر شي یعنی تاسو معلوم نه ورته ان کار راکه شما میکردین با مجهول په تاسو د مطبوعات او د استخبارات او د ټول تاسو څوک د مل عمر زه په جندل شي یا د حکمت یار په جندل شي اوبله شما که با په دنیا خانی شما میخواین با, با کی گفتگو وکړین زمان کو څه شومداد چې د پای لپاره پیدا کوی نه موږ اندګان alteration نه نه اړو بیت وی ټول خبري خو په مطبوعات او کې نه کیږي موږ بخښل کوششونه کړې د مشوراو سره راپېښې دي په صویو وجود داشته با سران طالبان واقعا آه. کی اسي سران آه. طالبان به در کجا بودان چې شما مجهول میخوانین طالبان, طالبان خو مختلفو ساوو کې دي د افغانستان په مختلفو سرحداتو کې دي اغه ځکه چې محلي څوګي اغه سر ضرور رابطي شوي یا مثبت رابطي بو یا مثبت ندي خو رابطي شوي دي کوشش شوي دي او په طالبانو کې هم د څه خلق شته په نورو مخالفینو کې هم شته چې هغه سوله ته امدګي کوي سوله غواړي پقات یو یو تضمین یو اطمینان یو قنعت او غدسي غواړي چې د چلولني زمنګ د خالصاله کې دو په معنا دي نه یعنی نه چه... با داسې لکه چې څنګه د نور afghanan امنيتی زو قانونو کې کار کول شي په اردو کې کول شي په دلت په وزارتونو کې کول شي په ریاستونو کې دغه سیاسي او هغه دمرشیرهای طالبان منګم دا سويو چې افغانان ته طالبان چې دی افغانان دي اسلامي خلک نورغه افغانان دي کغه په دې حکومت کې کار کوي پاغي باندې به موانی نه یو څوک استهدا دولري اغه به ولی فکر را میکنین رس... کی غوشایش یک دفتر در ترکیه وره طالبان بزرگنمایی گروه وشو و اینا را به رسمیت شناخته نشو غره طالبان که پرسمیت سوک وفی پی جنیکونه پیچنی اغه یو قوت دلته د څولېخ ملکونو سره جنگیږي د افغانستان د حکومت سره جنگیږي د مخکی جنگی جنگ دلی دي او تاسو وس ګوري چې د اوسم جنگونه روان دي څوک چې انتیاری عملو ته تیاریږي اغه دا ډیره لوی قربانی ده د د موجودیت د غوی هر اړ ورو ولایت کې فار جبهه کې فارزه کې ثابته کدی پر رسمي <بارسمیت> توفيجه <بارس> نه کوي چورو دا جن... معلوماتي چې شما مې ګین کې در جبهات هستند چران ورته گفتگو در اون ځای نه شین کې کشور سيومي درین تعریف میکنین برات ګور الته خو ک تو... آ... په متفرقه شکل باندې مذاکرات وشي مثلا په مشريقي کې وشي په جنوبی کې وشي په غرب کې وشي په ایراد قندار کې وش دغه منسجم نه وي موږ دغه څه څنګه مشه منسجم کړی کیره شما در دفتر سیاسي تورکیا قرار است کی باره؟ با با عو... خو به معلوم شي چې تر ته طالبان الته نمایندګي ومني خپل نمایندګان موذب کی بیا به معلومږي چې طالبان دغه نمایندګي منی کنه منی منی کنه منی زه نو هم چې یا وسپور یغوي یا منل دی نه منل خو زه په دې مطمئین نه مچې اغه دغه نمایندګي سره سره خپل څنور شرطونه به ملري زمنګ موقيف دا د رسول د علي شوړه چا شرطای دګر طالبان منګه اغي خو څه شرایط چې وای دا تاسو اوریدلی وایبه خو منګه وایو منګه وایو چې تاسو <تص> شرایط چې باه شما مطرح شوهه باه شورای شما چی هست شرایط منګه وایو چې تاسو مذاکرات ته اماده کیوخه وای مذاکرات ومنئ کله چې د مذاکرات میسته کیناستلې کله چې سړی یو روغه جوړه کوي دزبندې کوي بیا خپل شرایط وړاندې کوي باسو شراهیت دغه تاسو غوښتل چې باید تضمین داده شو وبطالب اوه تضمین خود د دې لپاره چې هلته یو 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 نمائندګی ترې شو خبري وسره وشي دغه د لپاره تضمین هست دا تضمین د خبرو د لپاره چې هغه یې په اطمینان باندې خبرو ته حاضر شي که توه انوزا معلوم نیسه کایا حاضر مشه نه او د خو ایز جواب اغه نه ده خړه قانی او قای سنچاره کی واقعا تعریف کردن ځای بر طالبان په ادرس مشخصه او دفتری په چه معناسه جنبه دولت افغانستان ما فکر میکنم ممتاز که ممتاز شورای عالی صلح به خاطر که یک مقدار موافقیت برای خود به دست بیارد در حال دادن امتیازها و تطهیر تبریه طالبا و در حال دست پا کردن است که بسیار کوشش کرده که امتیازات زیادی بده که البته ملت افغانستان با امتیازاتی که نامیتن موافق نیستند نقطه دومی است که هیچ ضرورتی به دادن یک آدرس سیاسی به طالبا در کشور خارجی نیست در داخل افغانستان زمینه کاملا مساعد است برای گفتگو و مذاکره وقتی یک دوکاندار از کویتا میاد در داخل ارگ با های پول بر می وقتی که آقای موجه اشاره کرد پتریوس میگه که ما زمینه آمده اینا را مساعد میسازیم وقتی که سازمان ملل میگه که ما کمک میکنیم چرا در داخل افغانستان افغان ها نشینن با هم گفتگو کنن و مذاکره کنن که ما بخوایم یک آدرس سیاسی در یک کشور خارجی برای یک گروهی که هنوز هیچ چیز قبول نداره نه قانون اساسی را قبول داره نه شورا عالی صلحرا قبول داره نه روسهار ب دفتر سیاسی راه هنو معلوم نیست قبول, قبول بکن ق... چرا ما باید تلاش بکنیم که برای اونها یکجا و مکان دیگه در یک نقطه دیگه پیدا کنیم این افغانستان است خانهشان است بیاین بشینن مذاکره کنن حاضر است از که آمریکا تضمین کنه سازمان ملل تضمین کنه همه تضمین میکنن من فکر میکنیم که کار شورای آلسو چیزی که ضربه بزنه به حیثیت ملت افغانستان نتیجه نفر با سپاس از حضور همه مهمانان در این بس با سپاس از شما هم که توحیل با ما بودید شما